افرادی که درگیر عشق و روابط یک طرفه میشن معمولا به این صورت هستش که درگیر اوهام خیال پردازی ها و رویا پردازی های مختلفی میشن یعنی همونطوری که عرض کردم تو قسمت های قبل دیگه نمیتونن روی افکار و تصورات و تخیلات و خودشون کنترل داشته باشن یله و رها میشه همین رها شدن عدم کنترل عدم تنظیم و برنامه ریزی این احساسات باعث بروز یه سری مشکلات و مسائل توی روابط اونها میشه که هم خودشون و هم دیگران رو آزار و اذیت میکنه هر انسان یک نوع منحصر به فرد هست توی انتخاب ممکنه شخصی یا چیزی برای من جذاب باشه برای شما جذاب نباشه برای دیگری جذاب باشه برای, برای شما جذاب نباشه این رو به این خاطر گفتم ببینید داده هایی که وارد مغز و ذهن انسان ها میشه یا تصورات و تخیلات هستن رویاها ها و هستن عرض به حضور شما که اون فکرها و کارهای به قول معروف تخیلاتی که انسان ها هسته از خودشون بروز میدن تو ذهنشون هست مثلا به عنوان داده مغزی ازش یاد میشه حواس پنجگانه هستن این حواس پنجگانه هم به عنوان داده های مغزی هستش مغز هیچ تفاوتی نمیتونه بذاره بین تصورات و حواس پنجگانه در هر صورت برای اون تصورات یا اون حواس به حساب داده های حواس پنجگانه میاد مغز ترشح هورمون رو انجام میده یعنی کار کرده اون برون داده اون مغز از داده مغزی که انسان می داره که تصورات و خیالات و حواس پنجگانه هستن ترشح هورمون ها هستش کسی هم که درگیر عشق یک طرفه میشه برای اینکه بتونه این از این رابطه رهایی پیدا کنه یک راه حل برون راه برون رفت پیدا کنه باید بتونه این تصورات خودش رو درست کنه این تخیلات و رویاهای خودش رو درست کنه و بیاد با واقعیت اونها رو بسنجه با همون حواس پنجگانه خودش با عقل و منطق خودش اونها رو بسنجه به چه نحوی این تکنیک تفکر معکوس رو که من عرض کردم خدمتشون ببینید کسی که در درگیر عشق یک طرفه میشه خیلی خیالات و فکرها و اوهام در مورد طرف مقابل خودش میکنه یک جور توهم عشق اونا رو بر داره. برای اینکه از این توهم راحت بشه باید اونا رو با واقعیت بسنجه باید یک بار دیگه بیاد اون مراحلی رو که طی کرده و درگیر این رابطه عشق یک طرفه شده رو دوباره بازنگری کنه دوباره ریویو کنه بررسی کنه ببینید معمولا این عشق یک طرفه مسیر مشخصی رو دارن اولا یک ملاقات ساده شروع میشه ملاقات اولیه بعد جذب صورت میگیره افکار ناخواسته سراغ انسان میاد کم کم این افکار با تکرار شدن خودشون تو به زمین و ناخداگاه نفوذ میکنن علاقه ای به وجود میاد ممکنه توی این علاقه حالا بحث ما عشق یک طرفه هست دست رد به سینه اون عاشق خورده میشه یا پس زده میشه اون عاشق دوباره تلاش مجدد میکنه برای ترمیم روابط اما راه به جایی نمیبره با صد و یک مانعی برخورد میکنه خشمگین میشه به خشونت رو میاره فشارهای عصبی به اون زیاد میشه ممکنه توی این راحت و ناامید هم بشه خب افرادی که درگیره این عشق یک طرفه هستن باید از یک تکنیکی میتونن استفاده کنن به اسم تفکر معکوس به این معنا که میتونن تمام این مراحل رو دوباره بیان بازنگری کنن و با واقعیت بسنجن چی شد که من اول به تو ملاقات اولیه عاشق شدم چی شد من جذب شدم چه افکاری سراغ من اومد و من رو باعث به این تفکرات من تصورات من رو شکل داد چی شد که من علاقه من شدم رد شدن و به قول من چی شد که من دست رد به سینه من خورده شد تلاش های من چطور بود چرا من خشمگین شدم چرا تسلیم شدم همه و همه رو دوباره باید بیاد دوباره از نو بازنگری کنه به این میگن تفکر معکوس تمام این مراحل رو دوباره بیاد بازنگری کنه با با واقعیت بسنجه معمولا تو اینجا هستش که مثلا مشاور هم میتونه خیلی کمک کنه اما کار نهایی رو خود شخص شما باید انجام بده شما هستید که باید بیاید تصمیم بگیرید و شما باید هست. شما هستید که انجام میدید که تو این راه هم هستش که یا موفق میشید که اون طرف مقابل خودت شما خودتون رو تغییر نظری توش ایجاد کنید یعنی باعث میشه که نظر طرف مقابل شما برگرده و یا باعث میشه که نه شخص دیگه ای رو شما انتخاب کنید به عنوان اون عشق عشق واقعی این دفعه نه اون عشق یک طرفه که این موارد هم که عرض کردم یعنی در واقع شما دارید با این تفکر معکوس آگاهی خودتون رو افزایش میدید به همراه پذیرش خودتون رو معمولا تو تفکر معکوس یه حالت حس پشیمانی به انسان دست میده که دیگه اولا دیگه اون راه گذشته رو دیگه طی نمیکنه از طرف دیگه وقتی هم که میخواد روابط رو به خودمان رو دوباره شکل بده با اون ذخیره که تو ذهنش بوده میاد درست و منطقی و عاقلانه این دفعه انتخاب میکنه